کت و شلوار و عینک عجیب نیما شبان نژاد در جشنواره کن سوژه شد. سلام دوستان، به خبرچین خوش اومدید. ممنون میشم قبل از هر چیزی زیر همین ویدیو ما رو سابسکرایب کنید. با خبرچین امروز همراه شوید. نیما شبان نژاد در 21 اردیبهشت 1366 در کلن آلمان متولد شد. 3.5 سال داشت که به همراه خانواده در ایران ساکن شد. مادرش نقاش و پدر بزرگش محمد پناهنده از عکاسان شناخته شده است. او فارغ التحصیل رشته کارگردانی تئاتر می باشد و از سال 1383 به شکل حرفه‌ای کار خود را در زمینه بازیگری تئاتر آغاز کرد. پای او توسط محمد زیکساری که خود در برنامه تلویزیونی خندوانه نقش استاد کهنمویی را بازی می کند به خندوانه باز شد. در مجموعه خندوانه در شخصیت‌های مختلفی به ایفای نقش پرداخته. نیما شبان نژاد دارای شخصیتی جدی است و به گفته خودش تفاوت‌های زیادی با نیمای خندوانه دارد و علاوه بر بازیگری دستی در نقاشی، موسیقی و عکاسی هم دارد. تصویری که می‌بینید ایشان در اینستاگرام خود منتشر کرده. نیما شبان نژاد که در فیلم زنی که شاعر بود هنرنمایی کرده به همراه عوامل این فیلم به جشنواره کن رفته که تیپ و استایل او مورد توجه عکاسان قرار گرفته است. با نگاهی به پوشش نیما شبان نژاد متوجه می‌شویم که به پوشش عجیب علاقه دارد و همیشه دوست دارد ساختارشکنی کند و متفاوت باشد. از رنگ جوراب تا مدل عینک و رنگ‌های شاد مثل نارنجی، قرمز و زرد که توی بیشتر استایل‌هایش می‌بینیم. لیندا کیانی، سهرا فتحی و نیما شبان نژاد بازیگران فیلم، الهه گودرزی مدیر پخش بین‌المللی فیلم و به کارگردانی سعید دشتی و سهرا فتحی در این مراسم حضور داشتند. خلاصه داستان فیلم کوتاه زنی که شاعر بود در جشنواره کن. این فیلم داستانی درام و اجتماعی دارد. درباره زنی است شاعر که در زندگیش با چالشی بزرگ روبرو می شود. زنی که شاعر است و شعر می گوید برخلاف تصورات بقیه در زندگی خانوادگی و شخصی خود دچار معضلات و مشکلات بزرگی شده است. او زندگی پرفراز و نشیبی دارد. سهرا فتحی در این فیلم در نقش اصلی این زن شاعر به ایفای نقش پرداخته. از دیگر بازیکنان این فیلم می توان به امیر جعفری نیز اشاره کرد. این فیلم در جشنواره بمبئی اکران شد و سهرا فتحی در این جشنواره توانست جایزه بهترین بازیگر نقش زن را از آن خود کند. این فیلم توانست جایزه بهترین فیلم را در جشنواره کالیفرنیا به دست آورد. این جشنواره مخصوص زنان با آثاری که با محوریت زنانه است برپا شده بود. این فیلم در مراسم کنفدراسیون سینمای هنری جهان و بازار فیلم جشنواره کن 2022 حضور یافت. از اینکه تا اینجا با خبرچین همراه بودید سپاسگزارم. در پناه حق.